فصل اول. توجه کلید عمل کرده بالا در دنیایی مملو از عوامل بی پایان حواس پرتی است. دقت کرده اید وقتی ایمیل یا تلفن همراه خود را برای مدتی چک نمی کنید، میل شدیدی به رها کردن کاری که به آن مشغولید و سر زدن به تلفن همراهتان پیدا می کنید و در صورتی که تسلیم این خواسته شوید، از اینکه پیام جدیدی نداشته باشید به نوعی ناراحت می شوید. ما در دورانی زندگی می کنیم که بیشتر از هر زمان دیگری در معرض آشفتگی و حواس پرتی هستیم. اشتیاق مداوم برای پاسخگویی به میزان چشمگیری از اطلاعات و محرک‌های موجود در محیط زندگیمان ما را به حالتی از توجه همواره ناقص دچار می‌کند که در آن با بیخیالی از یک شاخه به شاخه دیگر، مثلا از تلفن همراهمان به ایمیل و بعد به فیسبوک می‌پریم و همین باعث تضعیف توانایی ما در انتخاب چیزی که باید به آن توجه کنیم می‌شود. بنابراین تا زمانی که یک توجه ارادی قوی نداشته باشیم، نمیتوانیم در مقابل این عوامل و محرکات تمرکز کنیم. در واقع هرچه توانایی ما در انتخاب چیزی که میخواهیم روی آن تمرکز کنیم قوی تر باشد، بهتر میتوانیم عوامل بالقوه ایجاد حواس پرتی را نادیده بگیریم. به عنوان مثال، روزنامه نگاران نیویورک تایمز همگی در یک سالن بزرگ و پر سر و صدا کار می‌کنند، اما می‌توانند بر روی کار خود متمرکز شوند و بدون اینکه سر و صدای دیگران حواسشان را پرت کند، کارهای بسیار زیاد خود را در طول روز انجام دهند. هیچ وقت هیچ یک از این روزنامه نگاران برای اینکه بهتر بتواند تمرکز کند، از بقیه نخواسته که ساکت باشند. اما همه چنین توجه ارادی قوی ندارند. معمولاً اکثر ما در محل کارمان مشغول خیال پردازی می شویم و یا حواس خود را با سایر کارهایی که وقتمان را هدر می دهند پرت نمی کنیم. به همین دلیل تقویت مهارت توجه ارادی اهمیت زیادی دارد و باعث می شود بتوانیم عوامل ایجاد حواس پرتی را نادیده بگیریم و وظایف خود را انجام دهیم. با این حال، عواملی که حواس ما را پرت می کنند، نه تنها باعث اتلاف وقت و کاهش بهره‌وری ما می شوند، بلکه از توانایی ما برای متمرکز شدن روی کارمان می کاهند و شانس ما را برای رسیدن به حالت جریان و در نتیجه یادگیری و کشف چیزهای جدید پایین می آورند. در واقع این مسئله به قدری چشمگیر است که در بسیاری از کشورهای آسیایی، اعتیاد به اینترنت در میان جوانان به عنوان یک مشکل سلامت ملی شناخته شده است. بنابراین اگر بتوانیم توانایی خود را در تمرکز کردن و نادیده گرفتن عوامل حواس پرتی افزایش دهیم، می توانیم باعث بهبود عمل کردمان شویم و به بینش و تفکر عمیق‌تری دست پیدا کنیم. فصل دوم. زندگی ناآگاهانه و خود به خودی تجربه ما از لحظه حال حاضر را کاهش می‌دهد. بدیهی است که داشتن توانایی تمرکز هم در زندگی و هم در کار مزیت محسوب می‌شود. زیرا باعث می‌شود که بتوانیم وارد حالت جریان شویم و عملکرد بهتری از خود ارائه دهیم. اما انتخاب این که به یک موضوع به خصوص بیشتر از بقیه توجه کنیم، شامل فرایندی کششی بین ذهن پایین به بالا و بالا به پایین است. ذهن پایین به بالا دستور کارهای خودکار را صادر می کند. سریع است و با احساسات به سرعت تحریک می شود و به آن پاسخ می دهد. در مقابل ذهن بالا به پایین مسئول برنامه ریزی، تأمل و یادگیری مهارت‌های جدید است، کنتر است و به خود کنترلی و توجه ارادی ما نیاز دارد. افرادی که به استفاده از ذهن پایین به بالای خود وابستند، به احتمال بسیار زیاد نمی توانند تمرکز کنند و نسبت به محرک‌های محیطی آسیب پذیرتر هستند. به عنوان مثال، زمانی در ادارات و دفاتر کار شاهد صف طولانی افرادی بودیم که می خواستند از دستگاه فتوکپی استفاده کنند. یک روانشناس تصمیم گرفت از چند نفر بخواهد که بدون نوبت جلوی صف بروند و بگویند که همین الان نیاز دارند که از کاغذهایشان کپی بگیرند. اکثر آنها به خاطر مدت زمان طولانی انتظار در صف چنان غرق در افکار خود بودند که متوجه نمی شدند کسی بدون نوبت کارش را انجام داده است. اما آنهایی که حواسشان جمع بود،
به این کار واکنش نشان می دادند. داشتن چنین قدرت توجه فعالی در یادگیری مهارت‌های جدید نیز به ما کمک می کند. افسانه ی قانون 10,000 ساعت بر این اعتقاد استوار است که ما می توانیم صرفاً با انجام مکرر یک کار خاص در آن مهارت و تخصص پیدا کنیم. اما این قانون نمی تواند باعث بهبود عمل کرده شما شود. به جای این کار باید رویه خود را مرتباً و به صورت آگاهانه اصلاح کنید. به عنوان مثال اگر گلف باز ضعیفی هستید و در هنگام چرخش یا ضربه زدن به توپ همواره مرتکب همان اشتباهات همیشگی می شوید، با صرف هزاران ساعت و تکرار دوباره همان اشتباهات بازی شما بهتر نخواهد شد. به عبارت دیگر، تفاوت بین یک گلف باز حرفه‌ای و یک گلف باز غیر حرفه‌ای این است که بازیکن حرفه‌ای از ذهن بالا به پایین استفاده می‌کند تا به صورت عاملانه در مورد تأثیر ذهن پایین به بالا و خود به خودی در روند بازی فکر کند و این کار باعث بهبود مداوم عمل کرده او می‌شود. فصل سوم. همه ی انواع توجه کردن ارزشمند هستند، اما آگاهی باز مسئله حیاتی برای پیشرفت‌های خلاقانه است. شاید داشتن تمرکز معطوف یا توجه هدف محور همیشه ارزشمند نباشد. گاهی داشتن آگاهی باز یا ذهن گریزی مؤثرتر است. زیرا ممکن است حواس ما به جای دور شدن از چیزهای مهم به چیزهای با ارزش دیگری پرت شود. دلیلش هم این است که وقتی به ذهنمان اجازه پرس زنی می دهیم، زمینه مناسبی را برای پیدایش نگرش های غیر مترقبه فراهم می کنیم. مطمئناً این که لحظه ای بیابیم تا بتوانیم با خودمان در تنهایی خلوت کنیم و از دوندگی های روزمره دور شده و کمی تفکر کنیم، نعمت بسیار بزرگی است. چون به ما امکان می دهد تا در کارهایی که به لحظه ی کشف آنی بستگی دارند، مهارت پیدا کنیم. مثل بازی‌هایی که باید در آن به سرعت کلمه بسازیم و یا حدس‌های خلاقانه بزنیم. برخی کارها مانند حل مسائل ریاضی تمرکز بالایی می‌طلبند. اما ممکن است افرادی که مهارت زیادی در انجام چنین کارهایی دارند به سختی بتوانند ذهنشان را خالی و به اندازه‌ای تمرکز کنند که بتوانند راه حل‌های خلاقانه‌ای بیابند. این افراد می توانند رمزنگار مشهور پیتر شوایتزر را الگو قرار دهند. او به واسطه ی شغلش اغلب باید کدها را رمزگشایی می کرد. یک کار فکری فشرده، اما این کار را هنگام راه رفتن یا آفتاب گرفتن انجام می داد. این نوع آگاهی آزاد به ما امکان خلاقیت می دهد، زیرا باعث می شود که کاملا پذیرای ایده های نو باشیم. به همین دلیل آگاهی آزاد برای تصور شرایط و موقعیت‌های آینده، خوداندیشی، پرورش ایده‌های خلاقانه و سازماندهی خاطرات به کار می‌آید. برای مثال در یک آزمایش از شرکت کنندگان خواسته شد تا کاربردهای جدیدی برای یک وسیله به خصوص پیدا کنند. ایده‌های ابتکاری آن دسته از شرکت کنندگانی که به ذهن خود اجازه پرس زنی داده بودند در واقع 40% بیشتر از افرادی بود که به سختی روی آن کار تمرکز کرده بودند. علاوه بر این، از میان افراد دارای حالت ذهنی باز که تمایل زیادی به ذهن گریزی دارند، میتوان از مبتلایان به اختلال نقص توجه یا بیش فعالی یا ADD و رپرهای سبک آزاد که اشعار خود را به صورت بداهه می خوانند نام برد. مغز این دو گروه در مدارهایی که به هنگام ذهن گریزی فعال می شوند، فعالیتی شدیدتر از حد معمول نشان می دهد و این همان چیزی است که آنها را قادر می سازد تا بین مناطق دورتر مغز ارتباطات جدیدی ایجاد کنند. فصل چهارم. بر تقویت اراده خود تمرکز کنید، چون این کار یکی از عوامل اصلی دستیابی به تمرکز درونی است.
موفق شدن و رسیدن به اهداف به تمرکز، انگیزه و عزم راسخ نیاز دارد. همه این خصوصیات اجزای تشکیل دهنده یک اراده قوی هستند و هر چقدر هدف ما سخت‌تر و چالش برانگیزتر باشد، به اراده قوی‌تری نیز نیاز داریم. قدرت اراده ما در تعیین مسیر زندگی ما نقش اساسی دارد. برای مثال، احتمال اینکه کودکانی که از اراده بالایی برخوردارند در آینده موفق باشند، در مقایسه با کودکانی که چنین اراده و خیشتنداری از خود نشان نمی دهند، بیشتر است. در یک تحقیق گسترده بر روی بیش از 1000 کودک، آزمایش‌های انجام شد که توانایی آنها در کنترل ناامیدی، بیقراری، حواس جمعی و ایستادگی را ارزیابی کرد. 20 سال بعد، 96% از این کودکان را در سن 30 سالگیشان یافتند و سپس وضعیت سلامتی، ثروت و سوء پیشینه ی آنها را ارزیابی کردند. یافته ها نشان از این داشت که کودکانی که خیشتنداری بیشتری داشتند در 30 سالگی موفق تر بودند. اما خیشتنداری و اراده لزوماً خصوصیاتی ذاتی نیستند. این خصوصیات باید در دوران کودکی و حتی در بزرگسالی تقویت شوند. مؤثرترین راه تقویت اراده انجام کاری است که دوستش دارید. زیرا وقتی کار شما ارزش‌های شخصیتان را نشان می‌دهد، اراده‌تان نیز افزایش می‌یابد. انجام کاری که دوستش دارید به شما انگیزه می‌دهد تا با عزمی راسخ برای دستیابی به اهدافتان تلاش کنید و باعث می‌شود که احساس کنید این تلاش کردن‌ها ارزش آن کار را دارد. با این حال، شغل بسیاری از ما با ارزش‌هایمان مطابقت ندارد. به روال‌های امن و تضمین شده‌ای مثل شغل‌های 8 ساعت پایبند می‌مانیم. بنابراین احساس می‌کنیم که کارمان سخت و طاقت فرساست. به عنوان مثال جورج لوکاس را در نظر بگیرید. در هنگام ساخت فیلم جنگ ستارگان، میزان تعهد او نسبت به کارش و دیدگاه خلاقانه شخصیش باعث شد تا از شرکتی که قرار بود تولید کننده آن فیلم باشد بیرون بیاید و خودش پول هنگفتی را برای تولید آن سرمایه گذاری کند تا فیلم طبق تصور و دیدگاهش ساخته شود. بنابراین، به جای اینکه جوابگوی شرکتی باشد که خواستار تغییراتی بود که به احتمال زیاد به دیدگاه و تصور او از فیلم لطمه می‌زد، تصمیم گرفت کنترل کامل در خلاقیت را به دست گیرد و ایمان داشته باشد که دیدگاهش درست است. فصل 5. بر ایجاد حس همدلی در خود تمرکز کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا راه خود را در هر زمینه اجتماعی پیدا کنید. برای داشتن تعاملات رضایت بخش با دیگران، باید همدلی داشته باشیم. همدلی دو شکل عمده دارد: همدلی شناختی و همدلی احساسی. همدلی شناختی به ما امکان می‌دهد دنیا را از نگاه دیگران ببینیم، خود را به جای آنها بگذاریم و درکشان کنیم. گرچه این همدلی باعث می شود اندوه کسی که مثلا عزیزی را از دست داده است را متوجه شویم، اما این امکان را به ما نمی دهد که اندوه او را نیز احساس کنیم. همدلی شناختی همان چیزی است که جنایتکاران روانی دارند. آنها احساس دیگران را می بینند اما نمی توانند احساسش کنند. همین موضوع به آنها اجازه می دهد که دیگران را بازیچه قرار دهند و از آنها استفاده ابزاری کنند. اما از سوی دیگر، همدلی احساسی به ما امکان می دهد احساس دیگران را حس کنیم. از این گذشته، این نوع همدلی در واقع یک پدیده جسمانی است، زیرا می توانیم احساسات دیگران را با بدن خود حس کنیم. به عنوان مثال، در یک مطالعه از مغز افرادی که در حال دیدن افراد دیگری که به طور دردناکی زیر شوک الکتریکی بودند، تصویر برداری شد و نتیجه این بود که مدارهای درد آنها نیز فعال شده، یا به عبارتی دیگر مغز آنها درد دیگران را شبیه سازی کرده بود. گرچه این نوع همدلی ها باعث می شوند که هم احساس دیگران را ببینیم و هم آن را حس کنیم، اما لزوماً در ما حس همدردی ایجاد نمی کنند. یعنی باعث نمی شوند که نگران سلامتی دیگران شویم.
برای مثال پزشکان را در نظر بگیرید. در صورت بروز خطای پزشکی، از پزشکانی که با بیماران خود ابراز همدردی نمی کنند، در مقایسه با پزشکانی که صمیمانه به مشکلات بیماران خود توجه می کنند، شکایت قضایی بیشتری می شود. برای بیماری که اضطراب دارد، داشتن یک پزشک بی احساس تنها به اضطراب او اضافه می کند. اما در این حال مردم به پزشکی احتیاج دارند که به آنها کمک کند تا خوب شوند، نه پزشکی که با دیدن هر مشکلی گریه کند. حد میانه و ایدئال داشتن نگرانی همدلانه یا نگرانی بی‌طرفانه است. فصل ششم. تمرکز بیرونی. به شرایط کلی توجه کنید و تأثیر خود بر دیگران را مدیریت کنید. معمولاً مردم تنها روی آنچه در محیط پیرامونشان می‌گذرد تمرکز دارند و فقط برای آینده نزدیک برنامه ریزی می‌کنند. مشکل این روی کردین است که آنها از خطرات آینده دور غافل می‌شوند. خطراتی که ممکن است تأثیر قابل توجهی در دراز مدت داشته باشد. با این حال این حقیقت بخشی از طبیعت ماست. اینکه خطرات دور به اندازه ی خطرات نزدیکی مثل قادر به پرداخت اجاره خانه نبودن یا شروع یک دعوای بزرگ با محبوبمان ما را نمی ترسانند. مشکلات مربوط به آینده مثل تغییرات اقلیمی بیش از حد برای من انتزاعی و غیر قابل لمسند و نمی توانیم برای جلوگیری از پیش آمدنشان اقدامی انجام دهیم، زیرا عواقب آن ممکن است تجربه شود یا نشود و بسیار از ما دور است. گرچه تمایل ما به تمرکز بر روی مشکلات کنونی امری ذاتی است، اما با این وجود مشکلی جدی به حساب می آید. زیرا نادیده گرفتن شرایط کلی می تواند در آینده به ضرر ما باشد. به عنوان مثال، منابع سیاره ما مانند هوا و آب تمیز در نهایت به پایان می رسند، مگر اینکه تصمیم بگیریم به شدت روی حفظ آنها تمرکز کنیم. اما باید این کار را به روشی انجام دهیم که شرایط کلی را در نظر بگیرد. زیرا وقتی می‌خواهیم با تمرکزی که محدود به نتایج کوتاه مدت است مسئله‌ای را حل کنیم، آسایش خاطر ما از آن مسئله نیز کوتاه مدت خواهد بود. بنابراین همان مشکل دوباره و این بار با عواقبی بدتر سر برمی‌آورد. مثلا مشکل ترافیک جاده‌ای را در نظر بگیرید. یک راه حل ساده این است که بزرگراه‌های بیشتری بسازیم. اما از آنجایی که بزرگراه‌ها رفت و آمد را برای ما آسان‌تر می‌کنند، ساخت آنها منجر به افتتاح فروشگاه‌های جدید می‌شود و مردم بیشتری در آن منطقه ساکن می‌شوند. نتیجه این است که در واقع ترافیک همچنان افزایش می‌یابد، زیرا دیگر حالا ظرفیت منطقه بیشتر هم شده است. همانطور که این مثال نشان می‌دهد، تمرکز بر شرایط کلی هر مسئله باعث می‌شود نه تنها به جلوگیری از هر گونه اثر آنی، بلکه به جلوگیری از پیش آمده اتفاقات آینده نیز اهمیت دهیم. این همان چیزی است که باعث می‌شود زندگی رضایت بخشی داشته باشیم که در آن به سیاره خود توجه و از آن مراقبت می‌کنیم و آن را برای نسل‌های آینده نگه می‌داریم. فصل هفتم. رهبری عالی منوط به جلب و هدایت توجه یک جمع به بهترین نحو ممکن است. در هدایت یک سازمان موفق، تمرکز امری بسیار مهم است. توانایی انتقال تمرکز یک سازمان به مکان مناسب، در زمان مناسب، به سطح خودآگاهی رهبران بستگی دارد. گرچه ممکن است موفق شوید به خاطر امتیاز بالای ضریب هوشیتان شغل مورد نظرتان را به دست بیاورید، اما این امتیاز بالا برای اینکه بتواند در آن کار از شما رهبر برجسته‌ای بسازد کافی نیست. تا زمانی که رهبران خودآگاهی نداشته باشند نمی توانند برای دیگران الهام بخش باشند. همه ما در مورد رؤسایی که به کارمندانشان سخت می‌گیرند و مدام سرزنششان می‌کنند و به نظر می‌رسد که از این کار خود لذت هم می‌برند، داستان‌های زیادی شنیده‌ایم. این نگرش باعث ایجاد جوی مسموم می‌شود.
زیرا وقتی تمام تمرکز این رؤسا تنها بر روی سود است، باعث می شود که چشمشان را ببندند و نتوانند تأثیر رفتار خود بر روی دیگران را ببینند. حالا رهبری را در نظر بگیرید که به تیمش توجه می کند، موفقیت های کوچک آنها را تحسین می کند و گاهی هم اعتراف می کند که قادر نیست بعضی از کارها را انجام دهد. چنین رهبری دارای خودآگاهی است، یعنی به کاستی های خود واقف است و قادر به تشکیل تیم قدرتمندی است که می توانند چنین کاستی هایی را جبران کنند. او به توانایی های دیگران اعتماد دارد و به آنها اجازه می دهد کارشان را به روش خودشان انجام دهند. دلیل دیگر اهمیت تمرکز برای رهبری مؤثر بودن این است که هرچه یک رهبر چشمنداز و هدف متمرکزتر و واضحتری داشته باشد، احتمال اینکه بتواند کاری کند که دیگران هم به هدف او اعتقاد داشته باشند و در جهت آن تلاش کنند نیز بیشتر خواهد بود. داشتن یک هدف خوب مهمترین بخش یک برنامه کسب و کار قدرتمند است. اما تحقق چنین هدفی به یک رهبر باهوش و زیرک نیاز دارد که بتواند آن را به وضوح به دیگران منتقل کند و آنها را متقاعد کند که آن هدف ارزشمند است. به عنوان مثال، هدف و چشم‌انداز خارق‌العاده و مهم آیزاک سینگر، بنیانگذار شرکت چرخ خیاطی سینگر را در نظر بگیرید. در قرن 19 تصور غالب جامعه این بود که زنان خانه‌دار نمی‌توانند با وسایل مکانیکی مثل چرخ خیاطی‌های صنعتی کار کنند. اما چشم‌انداز سینگر این بود که زنان می‌توانند و چنین چرخ خیاطی‌هایی را نیز می‌خرند. او برای همراه کردن مردم با این چشم‌انداز حتی امکان خرید قسطی را برای زنان فراهم کرد تا تحت فشار مالی قرار نگیرند. در واقع موفقیت این محصول باعث شهرت جهانی شرکت سینگر شد. فصل 8. رهبران الهام بخش تنها به راحتی و منفعت خودشان فکر نمی کنند، بلکه دوست دارند به دیگران کمک کنند تا آنها هم به موفقیت برسند. رهبران الهام بخش به جای تمرکز بیش از حد بر سود و نادیده گرفتن تأثیر رفتارشان بر دیگران، در جهت توانمندسازی دیگران و کمک به جامعه تلاش می کنند. البته شرکت ها از رهبران خود انتظار دارند که به نتایجی عالی دست پیدا کنند، اما یک رهبر خوب به جای اینکه تنها انجام برخی وظایف به خصوص را به کارکنان خود آموزش دهد، بر شناسایی و تقویت توانایی‌های آنان تمرکز می‌کند. برای مثال شرکت بن و جری در ساخت بستنی تافی شکلات کیک خود از کیک شکلاتی واقعی استفاده می‌کند و آنها را از نانپزی گریستون که در محله به شدت فقیرنشین برانکس واقع شده است می‌خرد. این نانپزی افرادی که نمی توانند کار پیدا کنند را استخدام می کند. به شعارشان دقت کنید. ما افراد را برای پختن کیک شکلاتی استخدام نمی کنیم. ما کیک شکلاتی می پزیم تا بتوانیم افراد را استخدام کنیم. این نمونه بارز دیدگاه و هدف یک رهبر تاثیرگذار و الهام بخش است. در مقابل رهبران بی احساس قادر به دیدن و تأثیر مدیریتی که بر دیگران دارند نیستند. به عنوان مثال، چند هفته اول بعد از فاجعه نشت نفت در شرکت نفت بریتانیا در خلیج مکزیک را در نظر بگیرید. در حالی که پرندگان و حیوانات بیشماری در حال مرگ بودند و مردم نیز فاجعه را محکوم می کردند، مدیر عامل این شرکت، تونی هیبارد، به رسانه ها گفت باور کنید هیچ کس به اندازه من دلش نمی خواهد که این قضایه تمام شود. دوست دارم به زندگی عادی خودم برگردم. او در واقع به جای اینکه نسبت به قربانیان نشت نفت ابراز نگرانی کند، گفت که این فاجعه چه مشکلات شخصی برایش درست کرده است و در واقع مسئولیت آن را بر عهده نگرفت. این رفتار موجی از انزجار عمومی را نسبت به هیوارد و شرکت نفت بریتانیا برانگیخت. دلیل آن هم عدم آگاهی مدیر عامل این شرکت از تأثیر خود بر زندگی مردم و احساس آنها نسبت به عملکرد شرکت بود. این رفتار موجی از انزجار عمومی را نسبت به هیوارد و شرکت نفت بریتانیا برانگیخت.
این ماجرا مثال بارزی است که نشان می‌دهد چه اتفاقاتی می‌افتد اگر یک رهبر تأثیر عملکرد خود بر دیگران را نبیند و نداند که باید چه واکنشی نشان دهد. برای اینکه بتوانید واکنش دیگران به اقدامات خود را پیش بینی کنید، ابتدا باید درک کنید که دید آنها نسبت به شما چیست و این هم نیازمند خودآگاهی است. فصل نهم. رهبران موفق از شرایط کلی زمینه فعالیت خود آگاه هستند. رهبران موفق با تمرکز بر آینده رهبری می کنند. انجام این کار مستلزم بررسی شرایط کلی زمینه است که سازمان آنها در آن فعالیت می کند. زیرا این امر آنها را قادر می سازد تا فرصتهای منجر به رشد در بازار را شناسایی کنند. به عنوان مثال استیو جابز برای سازماندهی مجدد سبد محصولات اپل گامی شجاعانه برداشت. یعنی تصمیم گرفت به جای اینکه شرکت تلاش خود را روی ساخت محصولات مختلف متمرکز کند، تنها 4 دستگاه بسازد. یعنی لپتاپ و کامپیوترهای رومیزی و هر کدام در 2 نوع عادی و تخصصی. در مقابل رهبران غیر ماجراجو که همچنان تمرکز خود را سرسختانه بر روی بهره برداری از محصولات و فناوری های موجود می گذارند، در نهایت قربانی اهداف و چشمانداز محدود خود می شوند. یکی از بهترین نمونه های این امر شرکت تلفن های هوشمند بلکبری است. در اواسط دهه 2000 بلکبری در عرصه فناوری اطلاعات به محبوبیت زیادی رسیده بود. اما تنها 5 سال بعد 75% ارزش سهام خود را از دست داد. اما چرا؟ بلکبری خیلی دیر متوجه محبوبیت روبه رشد آیفون و سایر تلفن‌های هوشمند لمسی شد که شرکت‌ها برای اتصال کارمندان خود به شبکه شرکتی از آن استفاده می‌کردند. همچنین بلکبری اهمیت این موضوع که شارژ باتری موبایل های این شرکت مدت طولانی تری دوام می آورد را بیش از حد ارزیابی کرد و نتوانست تشخیص دهد که کاربران آنقدر از داشتن گوشی های لمسی هیجان زده و خوشحالند که شارژ باتری برایشان اهمیتی ندارد. اتفاقی که برای بلکبری افتاد نیز مثال بارزی است که نشان می دهد چه اتفاقی می افتد اگر دایره تمرکز یک سازمان محدود باشد. از آنجایی که بلکبری به جای بررسی فرصت‌های آتی جدید بیشتر تمرکز خود را بر روی فناوری موجود و شناخته شده خود گذاشته بود، شرکتی که روزی تولید کننده محصولاتی ابتکاری بود از قافله عقب ماند و نتوانست با موج‌های جدید فناوری همراه شود. برای اینکه در عرصه رقابت هیچ چیزی نتواند رهبران را غافلگیر کند، آنها باید بیشتر توجه خود را به کشف فرصت‌های جدید پیشرفت معطوف کنند. فصل دهم. مراقبه به شما کمک می کند تا بتوانید روی یک موضوع تمرکز کنید و میزان توجه خود را پیگیری کنید. توجه استعدادی ذاتی نیست، بلکه نوعی عضله ذهنی است که می توانید آن را با تمرین تقویت کرده و رشد دهید. یکی از راه های انجام این کار این است که یاد بگیرید زمان شروع پرسه زنی ذهن خود را تشخیص دهید و مجدداً روی موضوع پیش رو تمرکز کنید. تمرین آگاهی به این روش ماهیت مراقبه تمرکز یک جانبه است که هدف آن تمرکز کامل بر روی یک چیز، مثلا تنفستان است. در حین انجام این کار متوجه خواهید شد که بعد از مدتی احتمالاً ذهنتان شروع به پرسه زنی خواهد کرد. اما مشکلی نیست. نکته اصلی این است که شما نسبت به این پرسه زنی آگاه هستید و توجه خود را دوباره بر روی تنفس خود متمرکز کرده و در آنجا نگه می دارید. وقتی که دوباره به ناچار تمرکز خود را از دست دادید، کافی است که این فرایند را تکرار کنید. این کار درست مثل تمرین با وزن است. هرچه بیشتر انجام شود، عضلاتتان نیز قوی تر می شوند. کلید تمرین دادن توجه این است که بتوانید آگاهی خود از فرایندهای ذهنیتان را حفظ کنید. مثلا متوجه شوید که ذهنتان چه زمانی آرام آرام از موضوع مورد تمرکز دور می شود.
به این کار فراآگاهی گفته می شود. این نوع مراقبه توانایی شما را برای برداشتن تمرکز از یک موضوع و تغییر مسیر آن به موضوع دیگر به طور چشمگیری افزایش می دهد. مراقبه نیز درست مثل تمرین فراآگاهی به ما کمک می کند تا زمان شروع پرسه‌زنی ذهن خود را تشخیص دهیم و توانایی خود در تمرکز بر روی موضوعات مهم را تقویت کنیم. بنابراین دفعه بعدی که متوجه شدید کارهایتان را به تعویق می اندازید یا بی اختیار به سمت موبایلتان می روید، دست نگه دارید، تأمل کنید و تمرکز خود را به کارتان برگردانید. وقتی استرس دارید، این کار کمک بزرگی به شما خواهد کرد. برای اکثر ما پیش آمده که در حین امتحان مبهوت بمانیم و با خودمان بگوییم که جواب سوالات را نمی دانم، ذهنم خالی شده است. در این جور مواقع تمرین فراآگاهی به شما این امکان را می دهد که متوجه شوید اضطراب دارید و سعی کنید برای آرام کردن خود کاری انجام دهید. مثلا نفس عمیق بکشید و بعد به جواب دادن ادامه دهید. فصل 11. مثبت بیاندیشید. این کار برای حفظ انگیزه و دستیابی به اهداف امری ضروری است. آیا تا به حال توجه کردید که وقتی احساس خوب و مثبتی دارید، حتی سخت‌ترین کارها نیز راحت به نظر می‌رسند؟ دلیل این امر چیست؟ یکی از دلایلش این است که داشتن دید مثبت به ما انگیزه می‌دهد. در واقع وقتی در چارچوب ذهنی مثبتی قرار داریم، قشر پیش پیشانی ما بسیار فعال است. قشر پیش پیشانی قسمتی از مغز است که شامل مدار پاداش و سرشار از دوپامین است. بنابراین در حین کار به ما یادآوری می‌کند در صورتی که بالاخره موفق شویم و فلان کار را به سرانجام برسانیم چه احساسی خواهیم داشت. این همان چیزی است که مثلا یک دانشجوی کارشناسی ارشد را ترغیب می‌کند که شب‌ها تا دیر وقت بر روی پایان‌نامه خود کار کند. دلیل دیگر تأثیر مثبت نگرش و خلق و خوی خوب این است که تمرکز ما واقعیت زندگیمان را شکل می‌دهد و این موضوع بر روی کرد ما نسبت به چالش‌های بزرگ اثرات مهمی خواهد داشت. به عنوان مثال داشتن نگرش مثبت ذهن ما را به تجربه چیزهای جدید و آشنایی با افراد جدید ترغیب می کند. اگر تا به حال به مهاجرت به یک شهر یا کشور دیگر فکر کرده باشید، می دانید که اقدام هراس انگیزی است. اما یک فرد مثبت اندیش و شاد مهاجرت را یک ماجراجویی می داند که قرار است اتفاقات هیجان انگیز زیادی به همراه داشته باشد. زیرا تفکر مثبت باعث می شود که او بر تجربه های جدیدی که حضور در یک شهر دیگر به دنبال خواهند داشت تمرکز کند و بنابراین از تغییرات اجتناب ناپذیر آن استقبال کند و برای مبارزه با مشکلات و ناکامی ها راه حل های مؤثر تری بیابد. عین این استدلال برای برنامه ریزی در مورد آینده نیز صدق می کند. اگر بر روی کاری که واقعاً از انجام آن لذت می‌برید، مهارت‌هایی که هنوز می‌خواهید بیاموزید و نقاط قوتی که در خود ایجاد کرده اید تمرکز کنید، احتمالاً نسبت به اهداف دراز مدت خود نیز خوشبین خواهید بود. برعکس، اگر بر روی کاستی‌ها و نقایص خود، چالش‌ها و دشواری‌هایی که احتمال دارد با آنها روبرو شوید تمرکز کنید، نتیجه این است که بی‌انگیزه خواهید شد و حتی اولین قدم را نیز بر نخواهید داشت. فصل 12. خلاصه نهایی. پیام اصلی این کتاب: متمرکز ماندن بر عمل کرده ما و در نتیجه توانایی من برای رسیدن به موفقیت تأثیر زیادی دارد. زندگی متمرکز به ما این امکان را می دهد که با توجه کردن به خودمان، دیگران و حتی سیاره من زیستی غنی تر و پربارتر داشته باشیم. این امر در مورد رهبری نیز به همان اندازه معتبر است. زیرا موفقیت هر سازمانی به توانایی رهبران در جلب و هدایت توجه یک جمع بستگی دارد. توصیه کاربردی: توجه متمرکز نیز مانند عضلات نیاز به استراحت دارد. تا
درست است که باید برای سالم نگه داشتن تمرکز خود به آن تمرین بدهیم، اما وقتی توجه به طور فشرده متمرکز می ماند، به ناچار پس از مدتی خسته می شود. وقتی این اتفاق می افتد به راحتی متوجه می شوید. مثلا می بینید که به کلمات یک صفحه از کتابتان خیره مانده اید، قادر به درک مسائل ساده نیستید یا اینکه حواستان مدام از کار پرت می شود. این اتفاقات نشانه واضحی است از اینکه باید کمی به تمرکز خود استراحت دهید. مؤثرترین راه برای بازسازی توجه هم این است که از حالت کنترل بالا به پایین به حالت کنترل پایین به بالا بروید. به عبارت دیگر به ذهنتان اجازه پرسه زنی بدهید و بگذارید به هر کجا که می‌خواهد برود. پس از مدتی می‌بینید که آماده بازگشت به حالت بالا به پایین هستید و حالا دیگر با شادابی و ذهن باز به کارتان ادامه می‌دهید. سعی کنید مشکلات آینده را برای خودتان ملموس‌تر و واقعی‌تر کنید. از آنجایی که ما به صورت ذاتی به مشکلات نزدیک بیشتر از اتفاقات و مشکلات آینده اهمیت می‌دهیم، اهمیت آمادگی برای رویارویی با خطرات و اتفاقات احتمالی آینده را نادیده می‌گیریم. با این حال واضح است که داشتن برنامه‌های مشخص درباره آینده بسیار دور و انتزاعی و ناملموس به نظرمان غیر طبیعی می‌آید. یکی از راه‌هایی که می‌توانیم آینده را برای خود ملموس‌تر کنیم این است که توجه کامل خود را به کار بگیریم و تصور کنیم که این حوادث دور احتمالی خطری بسیار نزدیک است. قدرت تخیل ما به قدری قوی است که می توانیم خود را فریب دهیم و در نتیجه تمام وقایع ممکن و حتی غیر ممکن را تجربه کنیم. با این روش می توانیم نشانه های احساسی که معمولاً ما را وادار به اقدام در مقابل خطرات نزدیک می کنند را فعال کنیم.